الله متعال نبی خودش رو توصیه میکنه و بهش میگه که و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، آنگاه که در سوره انعام میگه آنگاه که مؤمنین کسانی که ایمان آوردن به آیات ما نزد اومدن، فقل سلام علیکم، بهشون بگو درود بر شما، مدشون کن، تشویقشون کن. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، الله متعال بر خودش رحمت رو واجب قرار داده. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بر خودش رحمت رو مقرر کرده، واجب قرار داده، لازم قرار داده. انه من عمل منکم سوءا، بر این اساس که کسی از شما اگر کار بدی رو انجام داد با جهالت، که جهالت فقط بحث جهل علمی نیست بلکه عدم کنترل نفسی هست، اصل جهل بر این هست، عدم کنترل نفس یا عدم کنترل هیجان. ثم تاب من بعده، بعد از این عملی رو انجام داد با جهالت، عدم کنترل یا نادانی یا ضعف تصمیم گیری، ثم تاب، همه اینا در بحث جهالت میاد. ما میگیم جوان جاهل است، فقط نه که علم نداره بلکه تصمیم گیری سنجیده درش وجود نداره، این همشون در عربی معنای جهالت هست. ثم تاب من بعده، بعد از این توبه کرد و اصلح و راه نیکی رو پیش گرفت. فانه غفور رحیم، او رب ذوالجلال غفور و رحیم است. این پیام باز هم تأکید بر این داره که همیشه باید امید و دروازه امید به رحمت الهی رو برای همه باز کرد و هیچگاه گناهان رو برای خود دیگران نکشوند، بلکه برعکس گناهان رو پوشیده گذاشت و رحمت الهی رو آشکار و بهش تذکر داد، بهشون به یاد آور شد، تا اینکه جای هیچ گونه یأس و ناامیدی باقی نمونه. در جالب اینجاست که در همین سوره اعراف که بحث حضرت موسی اومده، در این سوره ما نمونه ادامه این آیات رو داریم که باز هم بحث رحمت رو الله متعال به طور دقیق یاد آور میشه، تا اینکه انسان مؤمن در هیچ شرایطی دچار یأس در هیچ زمینه‌ای نشه، خصوصا در هنگام گناه و اشتباه. فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وايا اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. اینجا هم درخواستی بود که قوم موسى ازش کردن که از الله بخوا که خودش رو نشون بده یا ببینیم الله رو. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، آزمایش تو هست که هر کسی رو بخوای با این آزمایشات هدایت میدی و هر کسی رو بخوای گمراه میکنی. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین، تو هستی ولی ما، تو هستی مولای ما، ببخش ما رو، بیامرز گناهان ما رو، بپوشان گناهان ما رو، وارحمنا و رحمت خودت رو ما رو ازش محروم نگردان. و گفتیم که بزرگترین و با ارزنده ترین مصداق رحمت الهی هدایت است. بعد از مغفرت یعنی دور شدن از گناهان یا پوشیده شدن گناهان، هدایت یافتن به سمت حق و حقیقت و به سمت نیکوکاری. و انت خیر الغافرین، و تو هستی بهترین مغفرت کننده. این موارد چارگانه ای که در بحث ارحم الراحمین بودن رب ذوالجلال ما
داشتیم گفتیم برامون تأکید بر این داره که چه در موقعیت گناه و چه در شرایط سختی و دشواری در هر حالی از یاد نبریم که الله متعال ارحم الراحمین است. هیچ گاه از رحمت او مایوس نشید.